علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید شاخص فلاکت در اقتصاد کشور به بیش از 50% رسیده و سال جاری یکی از سخت‌ترین سالها برای اقتصاد ایران است. در حالی که دو سناتور آمریکایی تهیه متن لایحه تحریم‌های تازه علیه ایران را آغاز کرده‌اند، تا در صورت به نتیجه نرسیدن توافق موقت هسته‌ای ژنو این تحریم‌ها را به اجرا بگذارند، وزیر خارجه ایران هشدار داده است که وضع تحریم‌های جدید در حکم مرگ توافق ژنو است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از اظهارات غیر مسئولانه در مورد لزوم آزادی‌های فرهنگی همچون غرب بر ضرورت برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت فرهنگی حکومت تأکید کرد. از سوریه گزارش شده که نیروهای دولتی توانستند کنترل راه ارتباطی بین دمشق، پایتخت این کشور، و شهر هومس را به دست آورند. این راه در چند هفته گذشته به دلیل درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان حکومت بشار اسد بسته بود.